راه آزادی، میزگردی با اهل اندیشه و تجربه، تهیه و اجرا پری عسگری، برنامه‌ای از الوند تیوی. با گرمترین درود ها خدمت هممیهنان نازنینم، آرزو میکنم هر جا که هستید تندرست و شاد باشید. پری عسگری هستم و امروز 28 اکتبر 2021 است. در این شماره از برنامه راه آزادی میخواهیم به موضوع قصاص و حد و حدود آن در مذاهب ابراهیمی بپردازیم. در این خصوص من دعوت کردم از جناب کوروش زعیم که تا به اکنون در واقع نیامدن، منتظرشان هستیم و امیدواریم که به برنامه بپیوندن، جناب جانشاه رشیدیان از آلمان و جناب دانیال استخر از ترکیه. درود دارم خدمت شما عزیزان، سپاسگزارم که دعوت من را پذیرفتید و امیدوارم در ادامه برنامه آقای زعیم از ایران به ما بپیوندند. جناب رشیدیان، همونطور که گفتم در رابطه با قصاص و حالا حد و حدودهاش میخوایم صحبت کنیم، اول شما برای ما بگید که قصاص چیست؟ سپاسگزار میشوم. بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. بسیار خوب، درود بر شما آقای استخر و آقای زعیم که اگر بتونن به ما ملحق بشن در خلال برنامه. من برنامه رو اصولا با یک تعریفی از اون مسئله حقوقی که به نام jurisprudence نام دارد شروع می کنم. یک مقدمه هست، یعنی فکر کنم اصول حقوقی و نحوه اجرای علم حقوق، اون چیزی که در فارسی کلن حقوق هم بهش گفته می شود. در زبانهای عربی و یا اسلامی هم که من در لینک های خارجی می خوندم به نام Islamic jurisprudence prudence نامیده می شود، یعنی فقه اسلامی، که احتمالاً یک مبحث بسیار وسیعی برای ما ایرانیان هست، یعنی مجموعه قوانین که قابل ارجاع هستند که اگر ما در مورد قانون بخوایم صحبت کنیم اینها رو در واقع جوری prudence ما میگه، یا دانش حقوق و تعریف هایی که مثلا به صورت خیلی رسمی براشون قابل می شود. این واژه طبیعتاً با مفهوم اون چیزی که ما به نام فقه اسلامی میگیم متفاوت است. از فقه اسلامی چیزی به نام شریعت یا شریعه اطلاق می شود که ما در این زمینه هم میتونیم بیشتر بحث کنیم. شریعت یا فقه اسلامی مأخذش همینطوری که ما میدونیم یه بخشش مال سنه هست، یعنی سنه یعنی زندگی محمد، یه بخشش مال سیراه هست، سیراه هم باز به سنت ها و بخش های بخشی از زندگی و اطرافیان محمد اشاره میکنه، بخشش البته از قرآن و از آیه های قرآنی استخراج شده و یه بخشش هم مال مثلا مکاتب مختلف اسلامی هست که ما 4 نوع در تصنن داریم و 2 نوع در شیعه‌گری که بعدها من به اینها بیشتر اشاره میکنم. قوانین فقهی اصولا یک بخش فلسفی هم در بر داره که پاسخگوی اون فقه اسلامی هست، اما چون ما مسئله ما قصاص و اصولا برد بحث ما هست، قصاص اصولا در تمام مذاهب ابراهیمی وجود دارد، یعنی مسیحیت، یهودیت و اسلام، ولی قبل از پیدایش مذاهب ابراهیمی در قوانین حمورایی در بابل 18 قرن حدود 7.5 تا 18 قرن پیش از میلاد مسیح وجود داشته است. قانون بسیار سختی بوده است، با خون و دستبری و پابری و غیره. در واقع این بعدها به مذاهب سامی یا مذاهب ابراهیمی در واقع واگذار شده است، که البته در مظاهر مثلا مسیحیت و اینا امروز دیگه اجرا نمیشه، ولی در اسلام کم و بیش خصوصا اسلام نو سیاسی که در قدرت هم باشه اجرا میشه. اگرچه مسئله
قطع عضو به دلیل مثلا سرقت در مورد مردان خصوصا صورت میگیرد، ولی یه سری هم احکام نانوشته داریم به نام احکام ناموسی که بیشتر در مورد زنان صورت میگیرد، که مثلا زنی را که میپرسم در ادامه بسیار بسیار خوب بسیار خوب پس من به اینجا اتفاق میکنم و مسئله رو به دوست عزیزمون آقای استخر میسپارم که ایشون هم نظرشون رو بدن. خواهش میکنم، بفرمایید جناب استخر گرامی. با درود و مهر و آفرین به پیشگاه همه همتوارانم در سرتاسر گیتی، به ویژه همیهنانم در سرزمین اهورای ایران. درود ویژه و گرم میفرستم به پیشگاه مهمان برنامه و دوست دیگرون که هنوز نیامدن و چشم راه آمدنشون هستیم، و همچنین شما که کار انجام این برنامه را به دوش میکشید. در پیوند با پرسشی که فرمودید، من میخوام یک گذر کوتاه و چکیده‌ای بزنم به شیوه پیدایش واژگان و سخن. همون گونه که از پیشتر گفته شده و همگان میدانند، در زبان عربی واژه‌ها یا حرف‌ها دارای آوا یا حرکت نبوده است. پس از درگذشت پیامبر اسلام، سال‌ها پس از درگذشت ایشان، چون دامنه اسلام و مسلمانان به کشورهای دیگر کشیده شده است، ناگزیر شدن اون رو اومدن آواگذاری کردن و براش ا ا او ا ای او گذاشتن. قصاص از ماده قصه یا قصه برگرفته شده از نگاه واژگانی و به معنای دو کار همسان یکدیگر است. از یک نگاه اگر اون رو به با ا یا ا بخونیم، قاف رو به ق یا ق قصاص یا قصاص بخونیم، با این معناست. پیگیرنده و دنبال کننده کسی کار دیگری رو، همون کاری که من انجام داده ام، دیگری بیاد همون کار رو پیروی کنه و انجام بده. و اگر با او بخونم میشه قصاص، و قصاص به معنی رفتار زنبورهای انگبین است بر درخت و گلی که اونها رو میلیسد. این نگاه و معنی واژگانی قصاصه. ولی از نگاه واژه یا اصطلاحی، قصاص به گونه خونخواهی گفته میشود که پس از درگذشت پیامبر و جانشین چارگانه ایشون و به گفته پیشواگرایان یا شیعیان، این امر و قصاص از سوی کسانی که آموزش‌های دینی رو دریافت کرده بودند به گونه‌های یکسان در درازای سالها با یک مانا، با یک برداشت و با یک سخن و مفهوم از اون یاد شده است، به معنی خونخواهی کردن است. و پیشینه این خونخواهی به رفتارهای مردمان عرب برگرفته از رفتارهای پیشینیان خودشون که در جهان آن روز بودن، به ویژه برگرفته از رفتارهای یهودیان بوده است که شوربختانه امروز در کشور ما جامعه و رخت قانون پوشیده است که هیچ همخوانی، همسنخی و همگونی با قانون ندارد، که در بخش های سپسین از آن سخن خواهم کرد. من هنگامی که در ایران بودم 28 نگاشته یا مقاله در پیوند با قصاص و آیه هایی که در این پیوند هست رو نوشتم که در تالار تلگرامی من هست، شوربختانه اکنون دسترسی به اون ندارم، ولی اگر کسانی در ایران باشن میتونن به اون سر بزنن. و من همه اون نگاشته ها رو به دادگاه های به فرنشینان و رؤسای دادگاه تجدید نظر استان فارس به ویژه دادم که این کاری که دارید به نام خونخواهی دارید انجام میدید و نام قانون بر اون گذارده اید چه کاستی ها و کجی هایی دارد که شوربختانه گوشی برای شنیدن نبود.
من در گرامی، آیا با توجه به صحبتی که کردید و مقالاتی که ارائه دادید، آیا در قرآن نشانه و آیه های روشن در رابطه با قصاص هست یا نیست؟ بله، ببینید، در سوره بقره و در سوره مائده چند آیه در این پیوند هست. خب میدانید که قرآن گفتگوهایی بوده است یا منشها و روشها و رفتارهایی بوده است که سالها پس است که هر کسی با برداشت خودش در زمان پیامبر انجام میداده. هر کسی فراخور دانایی، فراخور هوش، فراخور همبستگی و دلبستگی و همراه بودن یا همراه نبودن با پیامبر انجام میده. در روزگار جانشین سوم یا خلیفه سوم همه قرآن هایی که در دست مردم بود گردآوری شد، جمع کردن و یک قرآن یگانه و واحدی رو عثمان نوشت که از نویسندگان یا کتاب و بهره برداری کرد که ایرانیان در نوشتن اون با آواگذاری و اعراب‌گذاری این کار رو انجام دادن. در دو آیه در سوره بقره آمده، آیه 178 و 179، من میخونم که گفته است: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه شیئا فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمتن فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب علیم. این آیه 178 و آیه سپسین اون میگه: ولکم فی القصاص حیات یا اولو الالباب لعلکم تتقون. میگه ای کسانی که ایمان آورد، ببین روی سخن و مخاطب این سخن همه مردم و همه جهانیان نیست. میگه ای کسانی که ایمان آورده، ایمان یک کار پیوند با دل هست، دلیست، کار خردی نیست، کار عقلانی نیست. میگه کسانی که ایمان آورده ای، در نوشتیم برای شما قصاص رو در قد آزاد، آدم آزاد به آدم آزاد، آدم برده به آدم برده، زن با زن. اگر کسی ببخشد، کسی که مرتکب کشتار شده ببخشد و قاتل کشنده هم یکی دیگه‌ای به احسان به او بدهد، یک تخفیفی است از سوی خداوند، ولی کسی که از این بگذرد دچار درد روانی می شود، عذاب علیم، یعنی آرامش درونیش از دست میره. عذاب علیم یک گونه آزار درونی است. حالا آیه سپسی میگوید: ولکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب. ببینید آخوندهایی که پردازشگر آیه های قرآن هستن در درازای 1400 سال گذشته تا کنون، همه آدمایی هستن که از درجه هوشی بالا و از میانه به بالا نبودن. ما به گونه انگشت شمار شاید تا چند ده تن میتونیم آدمایی رو پیدا کنیم که در این زمینه دارای هوش و فراست ویژه و پذیرفتنی باشن و پسندیده باشن، ولی دیگران همه اومدن دنبال روی کردن. هر چیزی که شما اون یکی نوشته، پسینی هم نوشته و میبینید هنگامی که به رساله های عملیه این کسان سر میزنید، همه مانند همه، یک پوچک دگرگونی و تغییر در اونها میتوانده. این که مایه بدبختی جهان امروزی و مردم شده، این برداشت نادرست از آیه 179 هست: ولکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب لعلکم تتقون. ببینید اولو الالباب، این از لب گرفته شده. لب در زبان تازی و عربی به معنای خالص و ناب و ناآلوده هر چیز که مانند مغز اون هستن، و در گواه آوردن و مسار زدن میگویند مانند هسته یک میوه، مانند هسته یک چیز.
هر چیزی که آلوده نشده باشد، پاک باشد، پاکیزه باشد و خالص باشد رو بهش میگن لب. پس این آیه قصاص برای کیه؟ برای کسانیه که دارای اون خلوص باشد. حالا این خلوص چیه؟ باز در پردازش و تفسیرش دچار کاستی شدن و به بیراه رفتن. این آیه گرچه از نگاه سران جمهوری اسلامی و آخوندهایی که باورمند به این هستن دستور به اجرای قصاص شدن و میدانن خودشون رو، از این آیه است. در حالی که می‌بینیم که در این آیه هرگز به همه مردم روی سخن نداره، به همه جهانیان روی سخن نداره. نخست که در آیه پیشین به کسانی که ایمان آوردن، ایمانداران سخن میگه، پس از اونم به کسانی که دارای نابی و پاکی و ناآلودگی هستند. ببخشید اگر خواهش میکنم. سپاس جناب سخت گرامی. جناب رشیدیان، شما به دوران حمورابی اشاره کردید، ولی برگردیم به دورانی که حالا مختص میخوایم روی قوانین اسلام در ایران در واقع صحبت کنیم. حد و حدود در این قوانین چه معنایی داره؟ بفرمایید. بسیار خوب، در ادامه صحبت دوست گرامی آقای استخ در مورد ماهیت قرآن و چیزی که قرآن با استناد به آیه هایی که کردن مطرح میکنه در مورد قصاص، من همینطور که در بحث گذشته گفتم، قصاص یک تاریخ بسیار کهن‌تری حتی از مذاهب اولیه سامی یعنی یهودیت داره که تاریخش به بیش از 2000 دقیقا مشخص نیست، ولی بیش از 2500-600 سال پیش میرود. و همینطور که خودتونم اشاره کردید، در اون زمان این قوانین در بابل صورت میگرد، اما قرآن کپی برداری این شکل حقوقی هست که در دیگر مذاهب سامی و در سنت های اون زمان صورت گرفته است. یعنی خشونت به یک نحوی در قوانین حقوقی یا همه جوریسپروندنس که من اشاره کردم وجود داشته. آیا خشونت در همون مذاهبی که اسلام از اونا کپی برداری کرده به همون اندازه است یا اینکه در اسلام دقیقاً ببین خشونت، حالا جداگانه باید بحث کنیم، خشونت یک در واقع پدیده روانشناسی هست که در تکامل یک زمانی مورد نیاز بوده برای دفاع از خود، برای شکار اون حیوانات وحشی، برای یک نیاز بوده. ولی خب استفاده های خیلی غلوف آمیزی و خودخواهانی و خارج از اون محدودی که قرار بوده هم از اون کردن، برای کسب قدرت، برای کسب زنان دیگران، برای کسب غنایم جنگی و غیره، که این در مذاهب خیلی صورت گرفته است که بحث دیگر است. اما قرآن، اجازه بدید من اینو نکته رو مطرح کنم، همینطوری که دوست ما گفتن، قرآن سالها بعد از رحلت محمد در زمان عثمان، یعنی در زمان ابوبکر، شخصی به نام زند بن ثابت از طرف ابوبکر مأمور میشود که این گفته هایی که در مورد قرآن در ذهنیت بعضی از افرادی که هنوز از زمان محمد زنده موندن و به خاطر دارن، اینا رو بازگو کنن، بنویسن و در واقع بازسازی کنن، که البته عمر این پیشنهاد به ابوبکر میکنه. نتیجتا در قرن هشتم و نهم میلادی، یعنی حدود یکی دو قرن بعد از میلاد وفات محمد، این دوباره بازسازی میشه، به خط کوفی نوشته میشه. چون اون موقع ما میدونیم در عربستان خطی نبوده، یه خط دیگه هم بوده، حالا یادم نیست اسمش، ولی به هر حال به خط کوفی، خط مثلا بهتری مترقی تری نوشته میشه که میتونن بیشتر خوانایی داشته باشن. همینطوری که ایشون آقای استخ اشاره کردن، این اعراب گذاری در زبان عربی باعث میشه که کلمات برخلاف کلمات فارسی که ما به کار میبریم یک نوع تلفظی داشته باشن که با مفعولیت، فاعلیت، اصلا فاعل، با این چیزای دستور زبانیشون بیشتر منتفی بشه. اینو مثلا در زبانهای دیگه که
در واقع در اروپا من میشناسم هم وجود داره. یعنی شما اگر مثلا اون حرف با صدا رو یه خورده جا به جا کنی ممکنه دل به زبان گذشته تعریف بشه، یا برای یه شخص مثلا دوم شخص مفرد یا سوم شخص جمع یا غیره. اینا رو گفتم به خاطر اینکه من این حساسیت ها در فهم اصولا کتب قدیمی، حالا چه قرآن باشه چه هر کتابی مثلا 3-4 قرن پیش که کتابی در آلمان، امروز یاد قابل فهم نیست مگر اینکه متخصصینی بیان این رو مطرح کنن. ولی اونچه که مشخص است از اونجایی که یکی دو قرن بعد از وفات محمد این دوباره بازنویسی میشه به خط کوفی، این مشخص اینه که قرآن نمیتواند برخلاف ادعایی که بهش کنن کلام الله باشه، چون کلام الله قرار بود که همون جبرئیل اون جایی که بهش محمد وحی می‌کرد همزمان نوشته بشه با داشتن اون اعراب که مشخص کننده مفاهیم کامل اون خواهد بود که بعد ابهامی و شک و تردیدی به وجود نیاره. حالا سوال شما این بود که به اصطلاح شریعت چه نقشی در ایران و یا کشورهای دیگه داشته. خب اصولا دادگاه‌های ببینید مثلا اینکیزیسیون ما در نظر بگیریم، این هم در واقع همون قوانین گذشته شریعت حالا اسلام و موقع همون قوانین به اصطلاح جوریپرودنس گذشته رو استفاده میکردن که در تورات بود، در اون انجیل اولیه بود که بهش میگن اولد تستمنت، و بعدها اینا البته رفورم کرده، اینا رو برداشتن. دادگاه اینکیزیسیون میلیون ها انسان رو سوزاند با همین احکام در واقع قصاص بهش میگن. حالا بی قوانین هست للواد تیوم بهش میگن در زبانهای لاتین، که این میگه چشم برای عوض چشم، یعنی اگه چشم کسی رو کوب کرده چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، به این کم همینطور باید اجرا بشانا. اومدن این در قوانین جدید مدر اینا رو برداشتن، حالا تو ایران اجرا میشه، من یادم این چشم یکی رو هم در آوردن به این دلیل. اینجا در اروپا این رو برداشتن با عنوان تبحش خشونت در قانون. قانون اصولا به مفهوم این نیست که چشم در برابر چشم و یا کسی رو ببرن بالای دار به خاطر اینکه خودش یک جنایت کرده یک جنایت دیگری هم تکرار کنن، بلکه به خاطر به وجود آوردن عدالت و احساس همبستگی در میان جامعه برای حفظ عدالت و سعادت جامعه است. و امروز با فلاسفه جدید، با روانشناسی، با جامعه شناسی مدر یک شیوه جدید پیدا کرده است که در واقع مورد قبول حکومت‌های اسلامی و اصولا حکومت‌های حالا مسلک پذیر هرچی باشه نمیتونه باشه. قوانین فقهی همینطور گفتم بخشی از این فلسفه خشونت، غنیمت خواهی، جهادی فی سبیل الله، نهی از منکر و غیره هست که در اسلام وجود داره و رفرم نشده. در مذاهب دیگر رفرم شده، در مذهب اسلام رفرم نشده. حالا قصاص در مورد جنسیت که قربانی میشه خصوص مثلا زنان میتونیم برای دفعه دیگه. خواهش میکنم. جناب استخر گرامی، در واقع این قوانین قصاص در فقه شیعی، در سنی و در شیعی چه تفاوتی با هم دارن؟ آیا روند یکی هست قصاص گرفتن تو هر دو سنی ها، سنی مذهب ها و شیعی مذهب ها یک شیوه است، یک روشه؟ بله، من یک نکته ای رو باید یادآوری کنم و اون این که آواگذاری از ویژگی‌های زبان پارسی است و از زبان پارسی برای زبان عربی دانشمندان ایرانی این رو انجام دادن و ابوالاسود دوعلی که همدانی بوده یکی از اون نویسندگان بوده. ببینید در پیوند با این پرسشتون، بنیان همه اینها بر پایه همین چند آیه است که و یک آیه در سوره اسراء هست، همین چند آیه است که النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف و از این سخنان. قصاص در نگاه ایرانیان فرهمند معنی شله کردنه، از کار انداختنه.
در حالی که در اینجا ما هرگز نمیتونیم یک ویژگی برای اون پیدا کنیم که این ویژگی همگی رو فراگیر باشه. یکی از ویژگی های برجسته و 100% قانون این است که فراگیر باشد، این است که همگیر باشد. در حالی که میبینیم در لابلای قانونی که بازنویسی کردن و رخت قانون به اون پوشوندن، قانون نیست از نگاه من، رخت قانون به اون پوشیدن، به ویژه در قانون مجازات اسلامی چند چیز در پذیرش بزهکاری یا مسئولیت کیفری و نیز به کیفر رسیدن نقش 100% داره. جنسیت شوربختانه، در حالی که میبینیم همه اون جهانیان که از اندکی دانش برخوردار هستن اون نماد قانون و دادگری رو با یک فرشته چشم بسته به همه نشان میدن، به این با این برداشت که قانون در برابر همگان چشمش رو روی هم میبندد، کار ندارد که این بانو هست یا کدبان است. افزون بر این که جنسیت در این شوربختانه اومده و در همه فرقه های سنی و شیعه هم با یک اندک در گونه پردازش اون فقیهی که این کار را انجام میده بنیانشون یکیه، انگیزه. انگیزه کشتارگر یا خوندار میتواند در مسئولیت کیفری نقش بازی کند. اگر من کسی رو بکشم با این باور و با این انگیزه که اون کسی که کشته شده است محدور الدم بوده و خونش روان بوده و هدر بوده، هرز بوده است، من از کیفر و مسئولیت کیفری پاک و پرهیز داده میشم. همچنین انگیزه ها و پیوند های خویشاوندی، اگر پدر و اجداد پدری فرزندشون رو بکشند، اینها به قصاص پاسخگو نخواهند بود و بار مسئولیت کیفری و دوشباریشون از این بزهی که انجام دادن پاک و بیرون است و بیزار میشن از کیفر دادن اون. همچنین دین، اصلا شما قانون رو که باز میکنید، من به نام یک کسی که دانش آموخته داتیک و حقوق هستم شرم میکنم که آنچه که امروز در جمهوری اسلامی داره به کار بسته میشه رو بخوام به نام قانون از اون یاد کنم. این قانون نیست، به گویش امروزی ها یک شیوه نامه یا بخشنامه درون گروهی است، مانند بخشنامه های درون یک حزب. آیه هم بیشتر از این رانایی و دلالت نداره. اگر کشنده یا کشته شده دینشون با هم یکی نباشد، پدر کافر فرزند یا نوه مسلمان رو بکشد، میبینیم که برنامه دگرگون میشود و پدر قصاص میشود، کیفر میبیند. ولی برعکس اون نه، در میان زنان و مردان نیز، یعنی جنسیت، انگیزه، دین، خویشاوندی، از این چیزهایی که شوربختانه در پذیرش دوشواری یا مسئولیت یا پذیرفتن اون نقش 100% داره که این در هیچ کدام از فرقه ها و شیوه ها و پیروان اسلام توفیر آنچنان بزرگ و سترگی نداره و یکم در شیوه بکار بستن و در شیوه گویش و اینها با هم توفیر دارن که اون بنیان رو از کار نمیندازن. خواهش میکنم جناب رشیدیان، همین قوانین قصاص که به هر حال آقای اصلاح زوایای از اون پرداختن، در رابطه با زنان و مردان مشخصا چه تفاوتهایی قائل میشه؟ بسیار خوب. اول من عرض کنم که اصولا زن در نگاه مذهب، خصوصا مذهب ابراهیمی، جایگاه خاصی ندارد. برای مثال در قرآن
فقط از نام تنها زنی که نام برده شده است مریم است، مادر مسیح. ولی مثلا حتی از خدیجه، عایشه و این سگودی خود پیغمبر و غیره هم نامی گفته نشده است که بسا ام البنین شناخته می شدن، مادر مثلا مسلمانان و غیره. این تبعیض در واقع اگر بخوام ریشیابی کنیم از تاریخ که بیشتر سمبولیک می تواند باشد، از پیدایش خلقت وجود داشته است. یعنی خداوند حوا را به خاطر رضایت آدم بعد از آدم خلق می کند و چون این حوا آدم را اخبار می کنه که اون سیب ممنوع رو می خورن، یعنی به شیطان رو می خورن که حالا خب اینا افسانه اسطوره، این تصویر زن به عنوان اغواکار فریبکار در ذهنیت جامعه حک می شود و اینجا هست که زن ستیزی در واقع یک نوع پیوندی داره با این مذاهب سامی که بعد تو البته دیگه خب یک سنتی میشه که در جوامع مرد سالار یک امری بسیار بدهی میشه، تا حدی که مثلا ما زنانی داریم به قول برود فاتیکوماندو هستن که از آزار اذیت هم آن هم جنس خود لذت میبرن. چرا؟ برای اینکه این مسئله همچنان در فرهنگ، در این روانشناسی، اون در عقده هایی به نام سنتروم های استکهلم به وجود می آورد که دیگه خودش متوجه نیست که این زنی که اسمش در قرآن نیومده در بهشت مردانی که الله ترسیم کرده است جایگاهی ندارد، آدرسی برایش در بهشت نوشته نشده است، چگونه می تواند این تبعیض را بپذیرد. پس اینجا ما در واقع وارد بحث پیچیده‌تری می شویم که میتونه خیلی مسائل دیگر رو هم به صورت روانشناسی، روانکاوی و غیره تشریح کنه. حتی قطعهای ناموسی رو این زنان در سنگسار کردن اون زن خاطی هم به کار میبرن و این در واقع نشاندهنده این مسئله است. اما شما خواستید از من پرسوال کردید حد چیز و یا چیزی که به نام حدود من در کتابای لاتین خوندم که احتمالاً از عربی استخراج شده، آقای سرخ بهتر میتونن تلفظ کنن. این در واقع مجازات هایی هستن که انسان در برابر خدا محکوم میشود و قابل بخشش نیست و معمولاً جرائم سنگینی مثل قتل، مثل سنگسار و یا قتل عضوی از بدن دارد. اما یه مجازات هایی داریم که به اصطلاح تعذیر گفته می شوند در اسلام. اینا مجازات های مثلا سبکتری هستن که قاضی یا مجتهد یا اون کسی که محکمه رو اداره می کنه می تونه خودش قضاوت کنه که معمولا بار سبکتری داره. در مورد زنان از اونجایی که خب من شخصا تاله ندیدم که دست زنی رو ببرن به خاطر که دزدی کرده، احتمالا این مسئله دزدی کردن یک زن با بریدن دستش متعی نمیشه. من نمیدونم آقای استخ میتونه بگه، ولی دیدم زن که اعدام شد در ایران خیلی اعدام شدن، سنگسار شدن، خصوصا در مثلا افغانستان شلاق میخورن، در افغانستان در ملعن شلاق میخورن، در ایران هم پیش اومده. ولی اون حد حدودی که مثلا به قطع بدن متعی بشه من تا در مورد درمورد زنان ندیدم و امیدوارم که این رو آقای دوست با آقای استخ بیشتر باز کنم که تسلط بیشتری به زبان عربی و مسئله قرآن دارن. ولی در عربستان جهت اطلاعاتی که من در یک روزنامه فکرم بی بی سی یا روزنامه انگلیسی زبان خوندم، برها اینجا میگه 2% مردم فاقد دسته. چرا؟ برای اینکه اینا یه زمانی دزدی کردن. این در واقع نشون میده که این انسان تا آخر عمرش نه تنها یک دست نداره چلاق میشه به خود خودمون، بلکه پیشون در پیشونیش مهر دزدی هم زده شده است که این غیر انسانی است، که این در واقع چیزی نیست که بتواند اون مسئله دزدی رو حل بکنه. اتفاقا در کشورهایی که اعدام به این قبیل جنایات صورت میگیرن اون خطاها هم بیشتر صورت میگیرد که اون یک بحث دیگری است. یعنی هر نوع آسیبی که به بدن انسان برساند
نه تنها باعث میشه که در جامعه پند و اندرزی برای جامعه باشه برخلاف اون چیزی که مردم تصور میکنن، بلکه اون رو بیشتر روش میده. یعنی یک نوع عقده در واقع مقاومت در برابر این عمل غیر انسانی در انسان به وجود میاد که بیشتر ترغیبش به این کار میکنه. مجازات پس سبکتر در واقع باعث میشه که انسان دست و پاش از دست نده، ولی در اسلام چهار انگوش در شیعه گری، چون تفاوت شیعه رو شما میخواید با سنی بدونید، در سنی مچ رو قطع میکنن، در اسلام اومدن حالا میگن ما چهار انگشت دست راست رو قطع میکنیم، که من بارها هم دیدم در ایران این عمل صورت گرفته است. عرضی نیست. سپاس. ظاهرا جناب زعیم تلاش کردن که وارد زوم بشن ولی متاسفانه از ایران ظاهرا مشکل دارم. جناب استخر گرامی، شما برای ما بگید که قوانین قصاص در رابطه با زندانیانی که ممکنه زندانیان سیاسی باشن یا زندانیانی که مرتکب خلاف یا قتل شدن، ولی ما مثلا شاهد هستیم بعضی از اینها خیلی براحتی بعد از قتل حالا یک بچه میدن و آزاد میشن. بفرمایید. من پیش از پاسخ به پرسش شما یادآوری کنم که دوستان ارجمند، دانش آدمیزاده و بشری این رو پایش کرده و به اثبات رسونه که آغاز پیدایش زندگی آدمیزاده در جهان هستی از اون چیزی که داستان قرآنی هست که از زاده شدن آدم یا درست شدن آدم هست رو بر نمیتابد و این آغاز پیدایش انسان همواره نیست. در پیوند با پرسشی که فرمودید، ببینید اینقدر آشفتگی، پدسویی یا تضاد در میان ستاق‌های قانون مجازات اسلامی فراوان است که من هنگامی که اونجا بودم از هر ماده در یک ماده قانونی شاید 20 کاستی و ایراد گرفتم و راه درست رو هم نشون دادم، هم از نگاه نگارشی، از نگاه ادبی، از نگاه حقوقی، اجتماعی و دیگر دریچه ها. برای نمونه یکی از کارهایی که کردن این آخوندها برای ماندگاری خودشون، برای اینکه بر سر کار بمانن و زمامداریشون دامنه دار باشد، آمدن یک رختی به یک قالبی رو درست کردن در سال 1392 به نام قانون مجازات اسلامی. در این قانون هم اون چیزهای دربست یا کلی رو گفتن، هم به چیزهای فرعی و جزئی هم رسیدن، کلیات رو در یه گونه و جزئیات رو به گونه دیگر. حدود، قصاص، دیاد و تعزیرات بخش‌های این قانون مجازات اسلامیه که من به برخی از اونها یک پردازشی میکنم و نگاهی میاندازم. کتاب سوم از قانون مجازات اسلامی از ستاق یا ماده 289 و پس از آن در پیوند با قصاصه. اینها در تعریف و شناسه جنایت اومدن اینجوری دستبندی کردن که خدمتون ارزانی میکنن. پیش از این در همه جهان و در کشور ما در روزگار پهلوی بزرگ قانون رو حقوقدانان، اندیشمندان این رشته اومدن همسو و همگرا و هماهنگ با کشورهای دیگر جهان اومدن گفتن که بزهکاری یا جنایت سه گونه است: عمد، غیر عمد و خلاف، که در عنوان قانونیش میشد جنایت، جنه و خلاف. اینها پس از روی کار آمدن آخوندها اومدن همه قوانین رو زیر رو کردن
برخی از اونها رو پوچ کردن، باطل کردن و قانون جدید نوشتن. اینها اومدن دستبندیشون رو به این گونه انجام دادن: جنایت عمدی، شبه عمد و خطای محض. من این رو نمونه میخوام به بارگاه دوستان و شنوندگان و بینندگان برسونم. در قانون مجازات اسلامی به روشنی آمده است، به روشنی آمده است در ستاک 301، ماده 301، که قصاص در صورتی که قصاص در صورتی است که مرتکب پدر یا اجداد پدری مجنا علی نباشد و مجنا علی یعنی بزه دیده، کسی که جرم روش انجام شده، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. همچنین در این بخش یکی از بندهاش این است که کسانی که این در تعریف قصاصه، در تعریف جنحه اومده در این ماده اشاره کرده که در ماده 147 سه چیز از عمد بودن، یک کار بزهکارانه رو از عمد بودن میبره به خطای محض. چیه؟ در کار بزهکارانه در حال خواب یا بیهوشی انجام میگیره. یعنی دو چیزی که هیچگاه هیچ کسی بر روی اون هیچ کنترلی نداره و هیچ اراده‌ای نداره. اینو گفته خطای محض. مانند غلطیدن روی نوزادی که کنار دست کسی خوابیده باشه. آدم بیهوش هم همین به همین گونه است. من نمیدونم چگونه یک بیهوش میتونه این کار رو انجام بده. این نشانه از تنگی اون دانش نویسندگان این هست. بزه به وسیله صغیر یا مجنون انجام بشه. صغیر کیه؟ خب همه میگن به 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 به، به ویژه برای گول زدن اروپایی ها. ما صغیر رو میگیم خطاش خطای محضه. کیه صغیر؟ میگه صغیر از نگاه من برابر ماده 147 قانون مجازات اسلامی و مواد پس از اون میگه که من به دختر 9 ساله قمری که میشه 8 سال و 4 ماه و اندی خورشیدی و پسر 15 ساله قمری که میشه 14 سال و 7 ماه و خورده ای سن و سال اینها، میگه من اینا رو صغیر نمیدانم. یعنی یک دختری که بایستی با عروسک بازی کنه رو میذارتش در یه جایگاهی که بار سنگین مسئولیت یا دوشباری بزه رو و تفهیم اتهام رو بهش تحمیل کنه. خب اینی که میبینیم بسیاری از کودک مجرمانی که اکنون در زندان هستن، در زمانی که اون کار بزهکارانه رو انجام دادن زیر سن بالندگی یا رشد بودن، زیر سن 18 سال، که همه جهان اون رو دست کم 18، حالا برخی از کشورها هم بالای 18 میدونن، اونا زیر سن 18 سال بودن. خب اگرم مرتکب قتلی شده باشن باید بر اساس این تعریفی که خودتون کردین خطای محض باشه. خب اگر خطای محضی رو یک دیوانه مجنون یا یک صغیر انجام بده، مسئولیتش باده کیه؟ مسئولیتش باده اولیاییشونه. یعنی اگر پسری 14 ساله مرتکب قتل بشه و اونها بپذیرند، چون بایستی دست کم 14 سال و 7 ماه و نیمش باشه که بالغ باشه، یه پسر 14 ساله مرتکب قتل بشه، این میشه خطای محض. حالا مسئولیت به عهده کیه؟ به عهده پدر. پدر کجاست؟ برای نمونه در سفره، کار بزهکارانه در شیراز انجام شده، پدر در تهران یا در شمال کشوره. خب این پدر بیچاره چه گناهی کرده است؟ ببینید هیچ کدام از اینها به هم هیچ سازگاری ندارن و به اندازه این پسویی و آشفتگی و کارهای ناشایستی در این قانون اومده، شوربختانه قانون انگاری شده که از نگاه هر آدم با اندکی دانش و شرف میتواند به خوبی دریابد که آنچه که اینها به عنوان قانون مجازات اسلام میگن برای یک ایل و تبار است. مانند داستانگویی یک پدر برای خانواده خودش گوش زد میکنه، پند میده، اندرز میده. قانون یک فرایندی است که بالش رو بر زمان و مکان یک حازمان و یک کشور میگشاید و به گونه این تفسیر رو انجام میده که دادرس در هنگام دادرسی، قاضی در موقع
محاکمه نتواند به گونه دلخواه خودش اون رو به هر شیوهی که میخواهد پردازش کنه. این شوربختان این وضعیت برای بانوان دو چندان و بیش از هر چیز دیگری ستمگرانه و خشونتباره، زیرا در هیچ جای قانون شما نمیبینید که قانونگذاران اسلامی کوچکترین درنگ و روکردی به بانوان داشته باشن و پایگاهشون هم پایگاه قرآنیه. این که هرگز تغییر نمی کند از نگاه این آخوندها این است، چون خودشون باز باور دارن، آیه قرآنی ایمان دارن که خداوند بهشون گفته که الله بهشون گفته که اکثرهم لا یعقلون اکثرهم لا یعلمون، گفته بیشتر مردم عقل ندارن، بیشتر مردم نمی فهمن. میبینیم که این تضادهایی که در بنیان این اندیشه های دینی هست برای کشورداری در سده 21 هرگز بسنده نیست که هیچ آسیب رسان و زیان زننده است و بانوان بستر و کشتزار مزرعه کدبانان است، مردان است. باز هم در این پیوند آیه داریم و اینها بهش باور دارن، میگن زن کشتزار مرد است، هر گونه که میخواهید به کشتزار خودتون وارد بشوید. اینها فرایندهایی است که شوربختانه کار رو به سختی کشونده، برای بانوان به ویژه بسیار سخت است، دیگر کارهاشون از این بدتر. آن چیزی که به نگاه من امروز بیشتر برای اینها برجسته است این است که از کدوم یکی از این دیدگاه‌های دینی بتوانن بهتر بهره برداری کنن. در پیوند با همین قصاص، پیشینه این قصاص آمده است که در پیشینه قصاص به روشنی آمده است که چون مردمان هنگامی که یک تن از تبار و طایفه‌شون کشته میشد، مردان طایفه‌ای که خونخواه بودن میریختن اون طایفه رو قلقم میکردن، یکی دو تا ده تا. خود مکارم ناصر مکارم شیرازی که یکی از نگری پردازان پیشواگرا و شیعه هست بر این پایبندی داره و این رو در نسخ ها و نوشته هاش میتونید به سادگی بیابید که ایشون گفته چون پیش از اسلام هنگامی که یکی کشته میشد اون گروه و طایفه خونخواه حمله میکردن، یورش میبردن و شاید ده ها تن از گروه کشنده رو از میان میبردن، اسلام آمد و راه میانه رو پیش گرفت و دادخواهی و عدالت، در حالی که هرگز عدالت نیست. من پیشتر هم گفتم، من بزهکار برای نمونه از روی نادانی، از روی غرور، از روی جهل، از روی کینه، از روی هر انگیزه دست به کشتن یک تن میزنم. خب من یک تنه این کار رو انجام دادم، ولی بیچاره کشنده من اگر دستگیر کنن، دادستان با همه تشکیلات و دست دم و دستگاهش، وکیل با همه دم و دستگاهش، دادگاه با همه با من می جنگن، آنگاه در یک نشست می بینیم که به زیان یک کسی که چنین بزهی رو به اون نسبت دادن، ده ها آدم ویجسته و اندیشمند نشستن. من در یکی از این دادخواهی ها در نزد یکی از دادرسان بسیار دانشور بودم و که ایشون هم از دانشجویان بسیار خوب بود در زمانی که من هم دانشجو بودم، پرسش هایی کرد از موکل من که برای 4 سال 5 سال پیشتر بود. پایان پرسش ها اینا، من گفتم یه پرسش دارم از فرنشین دادگاه. ایشون پروانه دادم، من پرسیدم که از شما خواهش میکنم بیان که به نوشته های کاربر و صورت مجلس سر بزنید و بنگرید، بفرمایید نخستین پرسشی که انجام دادید چی بود؟ یه آدم هوشمند، تیزهوش، چالاک در این مون. گفتم خب شما نزدیک 2 ساعت موکل منو دارید بازخواست میکنید از رویداد 5 سال پیش که کودک هم بود. حالا خوشبختانه ایشون به خونهایی و قصاص نرسید، ولی میخوام کاستیها و کجیهای این نهادهی که امروز رخت قانون پوشیده است،
هرگز نمیتواند ویژگی های قانون رو داشته باشد بر مردم ایران آوار شده به ویژه بانوان. من پوزش میخوام اگر خواهش میکنم. سپاس، خیلی عالی جواب دادید جناب استخ. درود بسیار ویژه خدمت شما جناب کوروش زعیم از ایران. میدونم که خیلی تلاش کردید و ما همچنین از این طرف، ضمن این که به هر روی من با مهمان ها بودم، داشتم تلاش میکردم که شما رو وارد جلسه کنم. خوش آمدید، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. میدونم که از ایران به قدری مشکل تر هست، برای اینکه وقت از دست ندیم من از میهمانان گرانقدر برنامه در رابطه با قصاص، در رابطه با قصاص با زندانیان، با زنان و در واقع مذهب شیعی و سنی پرسیدم. شما میدونید که مفصل در واقع در وقتی که به اختیارتون میذاریم تا اینجا رو بگید تا برسیم و پرسش پایانی از هر سه مهمان بپرسیم. بفرمایید، میکروفون در اختیار شما. صدای شما رو ما نداریم جناب زعیم گرامی. آیا موقعی که وارد شدید یک نوار آبی؟ بله. صدا من دارید الان؟ بله بفرمایید. من پوزش میخوام که به علت اینترنت، ضعف اینترنت نتونستم زودتر بیام و درود به شما آقای رشیدیان و جناب استخر گرامی که دو سه دقیقه سخنان آخریشون رو من شنیدم. ببینید، من به قصاص از دیدگاه سیاسی و حقوق بشری نگاه میکنم. اون قدیم هزاران سال پیش که این وارد دین ما شد و برخی دیگر دین ها، این چیز اقتصادی داشت و غرور. اگر مثلا دختری از یه قبیله کشته می شد، خب این بار اقتصادی داشت، یعنی این دختر رو معمولا می فروختن به کسی که می خواست اونو از مثلا قبیله دیگه به عقد مثلا یکی از پسرانش در بیاری. اگر پسری از یه قبیله کشته می شد، این باز بار اقتصادی داشت، چون این مرد باید کار میکرد و ایجاد درآمد میکرد برای خانواده. بنابراین اونها قصاص یعنی مقابله به مثل. یه نفر از من کشتی، منم یه نفر از تو رو باید بکشم. البته دین اسلام وقتی آمد، من درباره دینای دیگه چون مطمئن نیستم خوندم، ولی چون مطمئن نیستم اظهار نظر نمی کنم، اومدن اینجا یک منصفانه عمل کردن. آیه قصاص اگه بخونید، البته خیلی آخونده اصلا معناشو نمی فهمن. من اینو بارها تو صحبتام گفتم، میگن قصاص یعنی کشتن یا خونده ها، ولی آیه قصاصی که تو اسلام هست که البته نباید اجرا بشه به هیچ وجه، یعنی اعدام نباید اجرا بشه به هیچ وجه، میگه که نخست ارجحیت بخشایشه. میگه اول سعی کنید ببخشید، یعنی اولویت رو میذاره رو بخشایش. بعد میگه اگر اولیای دم نمیتونن ببخشن، خونبه هاشو بگیرن. این زن یا این مرد یه ارزش اقتصادی داره برای اون خانواده یا اون قبیله، بنابراین اون خونبه هاشو بگیرن که اون ارزش اقتصادی رو اون قبیله یا خانواده از دست نداده باشه. میگه اگر هیچ کدوم از اینا رو نپذیرفتن در شرایط استثنایی، اینو واگذار کنید به قاضی، اون هرچی رأی بده اون درسته. حالا قاضی میتونه حکم اعدام بده، میتونه حکم زندان بده، میتونه نفی بلد بده، میتونه باز مثلا بگه پول بیشتر بده، خونبه های بیشتر بده. حق ندارن اگر مثلا خانواده اون خونبه ها رو نپذیرفت اون اعدام کنن، اینجور که جمهوری اسلامی عمل میکنه. یعنی اگر بخشایش صورت نگرفت یا خونبها پرداخت نشد یا موافقت نشد، اعدامش میکنن. در صورتی که میگه اون قاضی خودش دیگه از این به بعد دیگه خانواده هیچ کار است. این آخونده که این آیه میخونن نمیفهمن، البته نه همشون، برخشون نمیفهمن. من اینو توی یه پیشنهادی در سال 70 دادم، گفتم اصلا کلن
1370 اصلا اعدام باید به کلی لغو بشه و حتی زندان هم نباید باشه دیگه. در اینجا 2000 سال بعد از اون داستان ها ما حق نداریم هیچ انسانی رو جانش رو بگیریم به هر دلیلی، حتی اگر قاتل سریالی باشه، و حق نداریم که یکی رو زندان کنیم، از جامعه دور کنیم. بنابراین اینی که از جامعه دور میکنیم برای 1 سال 10 سال یا 30 سال، وقتی برمیگرده به جامعه این اون روحیش از دست نداده، این طلبکار از جامعه، دوباره ممکنه فساد بکنه، سرقت بکنه، یا آدم بکشه یا زخمی بکنه. بنابراین من طرحی دادم برای زندان، گفتم زندان باید بپرورونه زندانی رو به هر دلیلی که آمده، معمولا بیشترش اقتصادی هست، که این زندگی پس از زندان خودش رو در زندان با تمام امکانات ممکن به وجود بیاره. اگر مثلا به علت اقتصادی یا نداشتن کار دست به دزدی زده، اونجا باید بشه اجازه بدین که ایشون راحت توی فضای خیلی بزرگ، من مثلا یه منطقه رو در نزدیک کبیر گفتم دورش رو دیوار بکشید، چیز بذارید اونجا، بذارید ساختمان بکنن، خود براتون براشون کلبه بسازید و بذارید ساختمان بکنن، مغازه باز کنن، کارگاه تولیدی ایجاد کنن، هر هنری دارن اونجا این هنر رو انجام بدن و بفروشن، خانوادهشون بتونن بیان ملاقاتشون کنن، پلوشون بمونن یه مدت، هیچ مانعی نداره. فقط خود اون شخص درون اون چهار دیواری باشه و زندگی خودشو بسازه، از نظر اقتصادی، از نظر روحی، اگه مسئله روانی داره اونجا باید روان درمانی بشه، مسئله اقتصادی داره باید بذارید اون کاری که هنری که داره اونجا انجام بده. من خیلی شرط، البته اول حوزه علمیه پرخاش، یعنی ناراضی بودن از حرف من، حتی اطلاعات زنگ زد اینا خونتو مباه میکنن، بودم ببین نداره بذارید بکنم، ولی بعدا رساله های اومد که موافق این طرح بود، تقریبا یعنی یه ذره عقب نشینی کردن. بعد 3 سال پیشم که اون کنفرانس بین المللی مبارزه با حکم اعدام در کل بود، از من خواستن که سخنران اول باشم و موقع سخنرانی کردم دقیقا گفتم اصلا کشتن یک انسان اصلا نباید، حتی اگر قاتل سریالی باشه، دیوانه باشه، این ممکنه دیوانه باشه، ممکنه خشمگین شده باشه، کنترل خودش از دست، این باید درمان بشه. اگر اقتصادی بوده باشه باید باز اونجوری بهش رسیدگی بشه. ما حق نداریم جان هیچ کس رو بگیریم، حالا نمیخوام زیاد وقتتون بگیرم، کل مطلب این بود که من هم در 1170 یعنی 1382 این تز رو دادم که منتشر شد، خیلی هم روش بحث و جدل شد، و بعدن هم توی 3 سال پیش در کل اعدام رو به این ترتیب من توضیح دادم که اگر من دستور اعدام بدم، من هم قاتلم باید اعدام بشم، و اون کسی که اون طناب دار رو میکشه اونم قاتل، اونم باید اعدام بشه. بنابراین همینجور یک زنجیره اعدام هاست که همینجور ادامه پیدا باید بکنه تا موقع که همه انسان های روی کره زمین از بین برن. به این دلیل اعدام باید به کلی لغو بشه. خواهش میکنم. ضمن این که دوستان گرامی که در واقع نشست هستن، در رابطه با قصاص یه مقدار تفاوت نگاه هستش که بد نیست که خیلی مختصر و کوتاه جناب رشیدیان در چند جمله شما بگید و در چند جمله جناب سخ بگن که بدانیم در واقع جناب زعیم بیشتر در جریان بحث باشن، بدانیم ادامه بدیم. بفرمید. بسیار خوب. من معتقدم که قصاص، من در کتب خارجی که خوندم، الواد تایون در زبان فرانسه، ریتریبیوشن در زبان انگلیسی، یک مجازات است که در واقع همینطوری که قبلش گفتم در بابل قدیم حدود 4000 سال پیش صورت گرفت و بعدها وارد مذهب ابراهیم شد. تورات در
چیزی که بهش اولد تستمنت میگن که آقای کوروش زعیم کاملا میدونی یعنی چی. من نمیدونم ترجمه فارسیش چی هست، ولی میشه گفت مثلا انجیل قدیمه یا اون کتابهای عتیقی مذهبی گذشته که بعد تا اینا عهد عتیق دقیقا که البته اینا رو بعد تا رفت شدن، اونجا اشاره شده است که این یک وظیفه الهی هست، یک حکم الهی هست و باید اجرا شود. به همین دلیل دادگاه های اینکیزیسیون وجود آمد، یعنی قوانین ابراهیمی که دقیقش تأسیس شده بود قبل از اینکه این مذاهب وجود بیاین، در دوران مذاهب به دادگاه های اینکیزیسیون تبدیل شد که میلیون ها انسان گفتن سوزنده شد. امروز نه تنها در شریعت اسلام قصاص اجرا می شود که حکومت اسلامی نمونی آن است که ایشون اشاره کرد و حدود یا حدی هم برای اون تعیین کردن که مجازات در واقع به دلیل مخالفت یا جنگ با خداست، فساد فی الارض مثلا بهش میگن، با جنگ در با الله جنگ میکنه و این رو در واقع اون چیزی هست که حدود گفته میشود در فقه فارسی در فقه عربی و تقریبا بخشیدنی نیست. اما در مورد دهیه که چیزی که آقای زعیم مطرح کردن، آره دهیه هست، ولی فرض کنیم افرادی توانای مالی پرداختی دهیه نداشتن، اینجا عدالت خدا کجاست؟ پس الله کجا خدا عدالت داره؟ در ضمن این دهیه که الان اونو تعیین کردن، مثلا 33 شتر برای زن، 66 شتر برای مرد، امروز میتواند قیمت‌های متفاوتی داشته باشد، روی این بحث‌های بی‌نتیجه داده بشود، یعنی چیزی نیست که با دنیای امروز ما مطابق شود. یک نکته ای که آقای استخر اشاره کردن، گفتن چه کسانش قاتل و مقتول محسوب می‌شدند، یه چیزی که یادش شاید فراموش کردن بگویند، اگر مقتول غیر مسلمان باشد دیگه هم لزومی ندارد، قاتل به عنوان قاتل محسوب نمی‌شود. ایشون اشاره کردن پدر و پدر بزرگ، ولی مسئله مسلمان و نامسلمان بودن هم اینجا وجود دارد. بر این اساس ارتداد از اسلام که اپوستازی گفته می شود هم حکمش مرگ است، این را هم باید اضافه کرد. به همین دلیل بود که در حکومت اسلامی مجاهدین را به عنوان مرتد حتی مسلمان اعدام می کردن، حتی بیشتر از مثلا کفار اونایی که هیچ دین مذهبی نداشتن. نکاتی که من الان تو صحبتهای دوست عزیز به خاطر اومد اینا هستن که قصاص اصولا در مکاتب مختلف اسلامی که 6 تا هستن، حالا فرصتی نیست، ولی دو تاشون به شیعه تعلق داره، زکریه بهش بگویم یا زکریزم یا یکی دیگه شان جعفریزم یا همون امام جعفر صادق بوده که حالا زمان اون یا خود اون این مطالب رو نوشته که به صورت تذکره ها و به صورت یه مقدار پیچیده تری در شیعه گری با توجه به اون سیستم مثال سیستم روحانیت در اونجا وارد شده و چیزی نیست که در واقع محرک سادیسم نباشد. نگاه کنید وقتی کسی رو شلاق میزنن یا اعدام میکنن، اون جماعتی که دور برش عکس میگیرن، فیلم میگیرن، هل هل میکنن، کف میزنن، این یادآور دوران همون بربریت هست که در میدانهای جنگ گلادیاتورها هم دیگر رو میکشتن و مردم شادی میکردن. این در واقع پیدایش سادیست در میان مردم رو وجود میآورد که تبعات آن از نظر جامعه شناسی و رفتاری اجتماعی بسیار وخیمتر است. این متاسفانه در مسئله جرم شناسی مطرح شده است، مثل جوزو کریمینالوجی بهش میگن، ولی در وارد مسائل بسلا عقیدتی اسلامی و یا مذهبی متاسفانه نمیشد. قصاص در واقع وقتی مرحله حد برسد به جنایت تبدیل میشد، وقتی تعزیز باشد یعنی مجازات کم باشد هم اینجا دیگه خوب یه بحث دیگری است که باز با قوانین حقوق بشر و اون چیزی که ما اخلاق اجتماعی مدر ایتیک مینامیم مطابق است. خواهش میکنم جناب سخ، شما صحبت آقای زعیم شنیدید یا که من تکرار کنم؟ لطف کنید میکروفونتون باز کنید.
بله سخنان ایشون رو شنیدم. من یک یادآوری بکنم و پاسخ پرسش شما رو بدم. این بزرگمهر فرمودن که در قصاص اگر که به کشتن یا به گرفتن خونبها ها خرسند نشدن، راضی نشدن، کار رو به قاضی دادگاه و دادرس واگذار میکنن. این جایگاهی در قانون مجازات اسلامی نداره، چون از نگاه قانون مجازات اسلامی که دوباره یادآوری میکنم در سال 1392 بازنویسی شد و یک رو گرفت و کپی از نگاه یکی دوتا از دانشمندان شیعی در اون به کار رفته است، میگوید که بزه از نگاه چگونگی پردازش سه دسته هستند: بزه هایی که داته خدایی دارن، حب اللهی هستن، بزه هایی که داته مردمی دارن، حب الناسن، و بزه هایی که جنبه همگانی یا عمومی دارن. یکی از چالش ها و بنبست هایی که جمهوری اسلامی با قوانینش با اون رو به رو هست همینجاست که جنبه همگانی یا عمومی یک فرایند نوپاییست برای جهان امروزی و مردم امروز جهان که کشورهاشون رو با یک سری قانونهای گوناگون همه رنگ میخواهن بگردانن و کشورداری کنن. از این روی من میخواهم این رو یادآوری کنم که قصاص در دسته بزه‌های حق مردمی یا حق ناسی بارگذاری می شود. همون گونه که پیشتر هم به بارگاهتون ارزانی کردم، در فرهنگ واژه ها یکی از ماناهایی که برای قصاص پیش انداخته است گفتن داستان است، پیگیری داستانگویی. و آیه 179 سوره بقره که میگه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب لعلکم تتقون، از شیوه پردازش یک نباخت و نادرست چند صد ساله آخوندهای پیشواگرا و شیعه است. میگه این یکی از پردازش ها و تفسیرهایی که میتوان در پیوند با این آیه کرد این است که در قصاص قصه گفتن، داستانگویی، بازگویی رخدادهای گذشته زندگی است. یا اولو الالباب، ای کسانی که هیچ پالودگی، هیچ آلایشی ندارید، ای کسانی که لب هستید، اولو الالباب دارنده چیز پاک بهش میگن، شاید پرهیزگار شد. ببینید این آیه روی سخنش به این هست، وگرنه هیچ آدمی که اندکی دانش داشته باشد نمیتواند بگوید با کشتن یک کسی که آدم کش است زندگی برپا خواهد بود. خیر، هرگز چنین نیست. ما اگر بکشیم یک جانداری رو، یک انسانی رو، یک حیات رو از میان برداشته ایم. چگونه چنین تفسیری میکنن؟ مگر اینکه این تفسیر و پردازش رو بیاییم به گونه خردمندانه در این راستا پردازش کنیم که میگوید بازگویی کنید، با پند اندرز داستان بگویید که در این داستان گفتنها، در این شیوه داستانگویی ها زندگی است. ای کسانی که دارای پاکی هستید شاید پرهیزگار شد. ببینید در قانون مجازات اسلامی شوربختانه جای هیچ گونه نگرورزی و اظهار نظر از سوی اندیشمندان رشته‌های دیگر باز نیست. هرگز پروانه نمیدن کسی در این پیوند سخن دیگری جز آنچه که خودشون دوست دارن بگویند و بشنون داده بشه. و از همین رو میبینیم که استادان بسیار بزرگواری در سرآغاز روی کار آمدن آخوندهای اهریمنی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران بیرون رانده شدن که اونها در پیوند با قصاص سخنانی گفته بودن. به هر روی این رو من هرگز رخت و جامعه قانون بهش نمی پوشونم، چون قانون دستاورد چند سده گذشته جهانیان است. در زمانی که
قرآن بوده است و پیامبرانی آمده است، هرگز به گونه امروزی کشورداری و زمامداری هرگز جایی نداشته است و شما هیچ آیه‌ای در قرآن نمیتوانید پیدا کنید که روی سخن اون با جامعه باشه. شما نمیتونید آیه پیدا کنید در قرآن که روی سخنش حازمان و جامع باشد. یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا و و و با این که میدانید جناب استخر گرامی آقای زعیم میگن که قصاص در اسلام به هر حال بخشش داره و اینکه میشه با خونبها در واقع یه مقدار سبکش کرد. و من میخوام فراتر از این برم بانو، من میخوام بگویم که اصلا این برداشت یک برداشت نادرستی است. این برداشت، من از بن و پای این قصاص رو پذیرا نیستم که بخوام بگم به جای قصاص دیه رو چیز کنیم. این سخن یک سخن خوبی نیست، چون همه آخوندها برید نگاه کنید در پیشینه و انگیزه نزول این آیه میگویند به خاطر این که گاهی در برابر یک کشته ده ها کشته به جا میمان. چون اسلام دین دادخواهی و عدالت است، آمد قصاص رو آورد جایی، در حالی که اینجوری نیست. این هم ببخشید با پوزش فراوان، این هم یک دروغ شاخدار دیگری است، چون قصاص پیش از اون در میان یهودیان رواج داشته است. این پردازش مایه این شده که یک کسی، من بارها در دادگستری دادفری و وکالت کردم در این پیوند، یک کسی که در مزان این اتهام هست سالها در زندان میماند، پس از گذشت یک سال، دو سال، چهار سال، پنج سال دوباره اون رو به دار میآمیزند و به مرگ میکشانند. خب این چهار سالی که از زندگی ایشون رو شما در زندان ها با شکنجه، با تنگنا، با سختی، با همه بدبختی های زندان روبرو کردی رو چه پاسخی میخواید بدید؟ کو دادخواهی؟ و من داشتم موکلی در شیراز که جوان بود و بارها دست به خودکشی زده بود، میگفت از این وضعیت فلاکتبار خسته شدم و از من خواهش میکرد که براش یه لایه بنویسم که بپذیرد که ایشون کشنده و قاتل است تا زودتر قصاص بشه. سپاس. در حالی که در قانون پیشی اینها 6 روز میتوانستن بازداشت کنن، اون 6 روز رو در قانون جدید برداشتن و قرار بازداشت موقت میزنن که شوربختانه همش ستم در ستم خواهد بود. پوزش میخوام اگر گذارم. خواهش میکنم جناب زعیم گرامی، حتی حدود در قصاص حالا به هر روی وجود داره دیگه، حد و حدودش آیا با دارا بودن و ندار بودن و اسلامی بودن و غیر اسلامی بودن چگونه برخورد شده در مخصوصا در قوانینی که الان در جمهوری اسلامی جاری است؟ بفرمایید، لطف کنید میکروفونتون باز کنید. همینجور که آقای استخر گرامی فرمودن، این موضوع قصاص و انتقام جویی از بزهکار یا قاتل همون مربوط به عهد عتیق میشه و در مدینه این زیاد جاری بوده. موضوع پایش هم وقتی من زیاد نگاه میکنم اینم اقتصادیه، یعنی کینه توزی کمتر، اقتصادی بیشتره. یعنی شما یه عنصری که بهای اقتصادی برای یه خانواده یک یا یه قبیله داره شما میکشید، اون نمیتونه پس بگیره، میگه مثلا خونبها بدید یا یکم من از شما میکشم. این برای چشم برای چشم و دست برای دست همینه. یکم حده، مثلا حدم یعنی یکی که دزدی میکنه دستشو میبرن بعد پاشو میبرن. مثلا الان کسانی که میلیارد دلار میدوزن هیچ کسی ناخونشون هم نمیگیره، ولی یکی که یک کیسه برنج میدوزه یا مرغ از مغازه میزه فوری دستشو میبرن و پاشو میبرن. بنابراین این چیزا مونده، ما باید از شر اینجور قانونها یا عادتها یا فرهنگ غلطی که به ما رسیده رها بشیم. ما دیگه اون توی 2000 سال پیش زنده نمیم. تو ایران هیچ وقت قصاص نمی کردن. تو ایران خیلی خیلی عقب بریم، مثلا 4 تا 7000 سال پیش قربانی یا قربانی برای خدا می کردن
ولی قصاص من نخوندم که جایی میکردن یکی کشته بکشنش، مگر در دوئل یا جنگ تن به تن. بنابراین به هر حال ما الان همینجور که ایشون فرمودن ما یه جامعه هستیم در زمانی هستیم که اینا همه خرافات و زشت و ضد انسانی به نظر میرسه و باید از شرشون خلاص شد. یعنی ما باید توان، ما اون موقع نه بیمارستانی بود، نه روشن روانشناسی بود، نه مثلا زندانی بود که بتونن اینها رو، نه جایی بود که بتونن حرف و هنر یاد بگیرن که دیگه دزدی نکنن. الان ما همه این کارات امروز داریم در دنیا. بنابراین ما وظیفه‌مونه یک عنصری که میتونه توانایی پیدا کنه و عنصر مفید باشه برای جامعه و یک خطا کرده، ما باید یا درمانش بکنیم یا شرایط رو برای برگشتنش توی جامعه و زندگی مثبت و تولید مولد فراهم کنه براش این امکانات ها. به همین دلیل اون مزخرفاتی که الان از 2000 سال پیش اومده توی قانون ما، اینا دیگه اصلا خنده داره. من نمیدونم آقایون چطور با خدا صحبت میکنن و برای ما قانون میسازن. یه اتفاقا با دو سه تا یه دفعه توی جای با روحانیون خیلی خوبی که آدم های فهمیده و من بهشون علاقه داشتم صحبت میکردم، گفت این ضد خداست یا خدا گفته اینجوری. گفتم همین الان خدا بپرس ببینم عقیدش عوض شده یا نه. شما نمیتونید حکم خدا رو که حالا شاید 2000 سال پیش با یکی صحبت کرده، حالا بعد 2000 سال به من بقبولنید. به هر خدام نگاه میکنه که آفریدگانش پیشرفت کردن، سواد پیدا کردن، فرهنگ پیدا کردن، خونه زندگی پیدا کردن، کشاورزی میکنن، تولید میکنن، شاید عقیدش عوض کرده باشه و اونا عملا پذیرفتن که ما این قانونهای عقب افتاده رو باید بذاریم کنار. به همین دلال من این طرحو دادم و امیدوارم که چیز بشه. من اون چیزم گفتم اگه من یکی رو اعدام کنم یا با کشتن یا اعدام یا فلان بکنم، من خودم قاتلم، شما باید منم بکشید و اون کسی که حکمو داده اونم باید کشته بشه، اونم قاتله. قاتل مگه معنیش چیه؟ اگه یه تروریست، یک مافیا بیاد دستور قتل یک نفر رو بده، شما مافیا رو دستگیر نمی کنید، احتمالاً به اعدام محکوم کنید. یه چیزی دیگه که من توی صحبتام گفته بودم و الان هم میخوام اشاره کنم، ببینید تو آمریکا یکی که محکوم به اعدام شده فوری اعدامش نمی کنن. شاید 10 سال 20 سال 30 سال تو زندان بمونه، بلکه یک سندی پیدا شه که اون مثلا قاتل نیست یا شریک جرم داشته یا هرچی. توی حدود 20 سال پیش که آخرین آمار رو من داشتم، 15 سال پیش در آمریکا توی یک استان فقط 70 تا اعدامی داشتن که بعد 30 سال معلوم شد اینها بیگناه بودن. بنابراین الان تو آمریکا بیشتر استانهاشون اعدام رو لغو کردن، حدود 5-6 تا استان اعدام دارن، اونا هم فوری دیگه اعدام نمی کنن چون متوجه شدن که اون تشخیص این که این آدم مثلا به عمد قتل کرده یا اصلا حتی به سهو قتل کرده خیلی دشواره. بعضی وقتای بر حال اطلاعاتی فراهم میشه که میشه اینها رو عفو کرد. این آمار خیلی تکان دهنده است. وقت تو کشور ما مثل آب خوردن اعدام میکنن، یعنی اصلا شاید یارو حکمو میده تو دادگاه، میبرنش فردا اعدامش میکنن. این آدم کشیه، این جنایته، باید جلوشو بگیریم. سپاس از شما جناب زعیم گرامی. جناب رشیدیان، فکر میکنین قوانین واپسگرا به هر حال باش باید چه کار کرد؟ به قول آقای زعیم همین الان هم دارن امروز میگیرن فردا میکشن. در واقع اینها یا
مخالفین هستن، مخالفین رژیم هستن، زندانی سیاسی هستن، یا که ندار هستن، یعنی اون وجه که بدن و آزاد بشن ندارن. واقعا چه باید کرد و چه چشم اندازی با این شرایط موجود، انتظار زندانیان و به هر حال کسانی که عقیدتی سیاسی هستن یا زیر سن هستن، چه باید کرد واقعا؟ بفرمایید. لطفاً میکروفونتون باز کنیم. بگو من آب از سرچشمه خراب است، فاسد است. یعنی حکومتی که سعی میکنه مخالفین خودش رو به عنوان مرتد اعدام کنه، حکومتی که اجازه میده طبق آیه نساء که آیه استغفر کنم اشاره کردن به زنی که قرار اعدام بشه قبلاً تجاوز جنسی کنه، چون رسم بوده که زن به عنوان غنیمت جنگی مالکیتش مال اون فرد فاتحه حتی اگر شوهر داشته باشه، و آیه از نساء که ایشون هم اشاره کردن این وجود داره، سوره نساء آیه 23 فکر کنم یعنی چیزی هست. به هر حال این در ایران در حکومت اسلامی تنها نیست، در دوران اینکویزیشن وجود داشته، میلیون ها نفر زن بیشتر به عنوان جادوگر مثلا بهش میبردن در همین شکنجهگاه‌هاشون، و این زن خودش اعتراف می‌کرد که در خوابش شیطان رو دیده است. بعد به جرم حلول شیطان در وجود این زن، چون زن سه چیزی هم در این ادیان خیلی رایج بود از قدیم، اعدامش می‌کردن، می‌سوزوندن به طرز فجیعی. ما دیدیم که مثلا طالبان زنان رو در بازار در محله عام شلاق میزن. ما دیدیم که بوکو حرام دخترانی رو گرفتن گروگان و سالها ازشون استفاده های جنسی میبردن، چون در واقع باز غنیمت بود، این حق رو به خودشون میدادن. ما دیدیم که داعش زنان یزیدی رو نفروخت، مردای جنسی بودن، این چیزی که در سطر اسلام، در سطر اسلام هم وجود داشته و امامان شیعه پیغمبر و غیره همه هم کنیز داشتن، غلام و کنیز داشتن، و این استفاده رو هم میتونستن ازشون ببرن، از جمله در مورد قرد حق داشتن حتی کنیز و غلام خود را بکشن بدون که اجباراً دیه بدن یا حکم قصاص در مورد جا اونا حکم کرده اجرا بشه. پس به گمان من تا زمانی که حکومت های بر اساس یک چنین بینش ارتجاعی و ضد بشری و ضد ایرانی حتی وجود دارن، ما نمیتونیم از این قوانین راحت بشیم. این قوانین باید با سرچشمه، یعنی با اون حکومت اسلامی در ایران، در افغانستان، در عراق، در پاکستان، در هر جای دنیا، سودان فلان، از روی زمین محو بشه. و برای اون کار ما نیاز به حکومت های سکولار، دموکرات و منتخب مردم داریم که بر اساس اون مشروع بشر قوانین مدرن حقوقی را بتونن اونجا پیاده کنن. اگر در اول هم اشکال دارن مهم نیست، دموکراسی یک مدت طول میکشه، حتی با یک مقدار سختگیری های قانونی و فرهنگی تا بالاخره اونجا پیاده بشه، و این تنها راه حله، راه حل دیگه ای من نمیدونم. خواهش میکنم، نظر شما رو میشنویم جناب استخر، بفرمایید چه باید کرد؟ لطفاً میکروفونتون باز. بله، ببینید، آخوندهای جمهوری اسلامی و کسانی که همپاله آخوندها هستن یک اهرم‌ها و بازوهایی رو برای زورمداری و ماندگاری خیش برجسته کردن، بزرگ کردن و از اون بهره‌وری ناروا و ناجوانمردانه میکنن. یکی از این چیزها رو من باز نمونه ها رو میبرم در کارکرد خودشون. خونخواهی در اندام یا قصاص عضو در اندام، در زمانی که شما میگویید آیه قرآن و کلام خدا چنین است، چگونه چشمی کسی رو در اون زمان که پزشکی مانند امروز گسترده نبود، مانند امروز رواج نداشت، مانند امروز دستگاه و ابزار نداشت، انجام می شده است،
با اینکه خودتون به خوبی میدانید که گفته نبایستی کیفر شما بیش از اون چیزی که به ذهن شما به جا گذاشته باشد. یعنی اگر یک رگی از چشم مانده باشد، برای نمونه من ضربه‌ای به کسی زده باشم که بینایی چشم اون از دست رفته باشه ولی چشم سر جای خودش باشه، اینو چگونه میتوانم با این نگاه که خونخواهی و قصاص رو حتما باید خود بزهدیده یا ولی بزهدیده انجام، در اندام که باید خود بزهدیده انجام بده، ولی میبینیم که همه این کارها از سوی پزشکان کارکشته و متخصص انجام میگیره. خب این نشون میده که این یک دروغ بزرگی است و آن چیزی که شما امروز به نام کلام خدا و سخن خدا میگید یک در پرتو یک بازه زمانی بوده. بسیاری از آیه های قرآن دارای بازه زمانی است که زمان اون گذشته است. برای نمونه مانند برنامه کدبانوی یک خانواده، مادر، پدر یا هر کسی بزرگان یک خانواده که یک برنامه میریزه تو این هفته برای نمونه پرهیز از فلان بیماری ما گوشت قرمز نخورید. خب این دستورالعمل، این یک بخشنامه است که دارای بازه زمانی است و امروز دیگه بازه زمانی برای چنین احکامی نیست. همچنین ما میخوام باز این کار رو انجام بدم، گواه بگیرم. در آیه 45 سوره مائده گفته کتب و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف، میگه همان گونه که بر پیشینیان شما مانند یهود نوشتیم، دینهای ابراهیمی و آسمانی نوشتیم، ان نفس بالنفس، در جمهوری اسلامی بانوان و دوشیزگان نفس به شمار نمی آیند، چون اگر می آمدند کسی بانوی اگر یک مردی رو بکشد نبایستی نصف دیه رو به اون پرداخت کنه تا بتوانند این کار رو انجام بدن. باز این هم نشانگر این است که اینها بهره‌وری های ناروا و سودجویانه است از اون چیزی که با نام خدا یا الله به مردم جا میزنن. به نگاه من با روی کرد به این که جوانان ما به ویژه آگاه شدن و گستره آموزش همگانی در نزد همه مردم امروز به سادگی در دسترس هست، دیگر جایی برای به کار بردن چنین قانونهایی هرگز وجود نداره و خودشون هم میدانن اینها هر کاری که میکنن برای ماندگاری است و مردم زیر بار این دستورها نرفته و نخواهند رفت. سپاس از شما جناب زعیم. کلام پایانی به دست شما میسپاریم. چه باید کرد؟ مخصوصا که شما در واقع در ایران هستید و از نزدیک همه چی رصد میکنید موضوعاتی که هست. بفرمایید. لطفا میکروفونتون باز کنید جناب زعیم. این همینجور که بحث شد، اصولا تو این زمانی که ما توش زندگی میکنیم، این آیه قصاص و اون چشم برای چشم و این حرفا داره استفاده میشه برای برتری جویی یک باند خاصی که کشور رو دارن اداره میکنن. بنابراین دیگه اون مسئله این که خدا گفته این حرفا دیگه اینا دموده شده، اینا مال 2000 سال پیشه، 3000 سال پیشه، حتی تو کشور ما این چیزها رو باور نداشتن. این توی قوم یهود بوده که بعد وقتی اسلام آغاز شد، حالا داستانش داستان دیگریه که اینجا جاش نیست، همون قانونا رو برداشتن. شما آیه های مکی رو که توی مکه شده بود با مدنی مقایسه کنید، اصلا مثل سفید و سیاه. آیه های مکی همه از نیکی و نمیدونم زیبایی و فلان تعامل این چیزا صحبت میکنه، آیه های مدنی که از روی عهد عتیق بیشترش کپی شده همش از خشونت و کشتن و قصاص و نمیدونم چشم برای چشم این حرفا. ببینید ما باید از این حرفا اصلا به فکر کنیم که کاری نداریم، که صرف نظر از این که اصلا این آیه ها درستن درست نیستن،
اسلام چی گفته، آیا همون قوانینه که جمهوری اسلامی بهش پای بنده آیا به درستی همون پیاده میکنه، یا که نه مثلا ما شاهد بودیم که یکی از این سران رژیم خانومی کشت و یکی دو ماه بعد یا چند ماه بعد آزاد شد. آیا بله بفرمایید. نه همون آقای چی مثلا توی کهریزک اون کسی که مسئولش بود، حالا نام نمیبرم، تعدادی رو کشت، میرفت اونجا با چیز هلیکوپتر میرفت شلاق میزد، آویزون میکرد اینا رو شلاق میزد، تعدادی رو کشت. ایشون 200,000 تومان جریمه شد. ولی یکی بیاد مثلا من بیام یه مش بزنم به یکی دماغش بشکنه، باید حتما دماغ منو بشکنه. یا یه قرص نان مثلا ما میبینیم که کسی میدوزه دستاش میزنن. بله اخیرن همین دو سه هفته پیش یک نفر که یک کیسه برنج دوزیده بوده، کیسه 5 کیلویی برنج دوزیده بوده، هم دستشو بریدن هم پاشو بریدن. خب اون وقت آقایونی که دارن قارت میکنن ما رو، یعنی بودجه رو میدوزن، نمیدونم از حقوق کارگران میدوزن، از بیمه کارگران میدوزن، پولا رو میدوزن، میفرستن خارج، بچه‌هاشون اونجا کیف میکنن با این همه پول بی انتها. اونها مثلا خیلی که جریمه میشن، مثلا یکیشون حدود 8 سال یا 10 سال زندان گرفت، بعد یه هفته هم تو زندان نمون، اومد بیرون رفت دنبال کارش. بنابراین اینا همه بهانه است برای یک رژیمی که میخواد از این ابزاری که دیگه فرهنگ، نه فرهنگ ایران، در فرهنگ کهن ایران اینو میپذیره، نه امروز فرهنگ جهانی اینو میپذیره، دارن سوء استفاده میکنن برای سوار شدن بر مردم و به هر حال بقای خودشون، بقای سیاسی باید خودشون. باید کرد چنان بزنیم به نظر شما؟ باید رژیم رو عوض کنیم. ما در این مسیر هستیم. این رژیم به درد ایران نمیخوره. این رژیم یه توهین به ایرانیانه. ما دیگه اینجور رژیم هایی رو که دارن با خرافات و خشونت و دروغ و خدعه و این حرفا حکومت میکنن باید برن کنار. برای همین هم ما طرحی دادیم، انتقال قدرت مسالمت آمیز بدون خونریزی، بدون اینکه مردم کشته بشن یا افراد رژیم کشته بشن، برن کنار و بگذارن یک و زندگیشون هم بکنن. حالا من خیلی آیا شما فکر میکنید که کسی بر رأس قدرت نشسته و شما یا گروه شما میگن که خواهش میکنیم برید کنار ما بیایم یا دیگران بیان، آیا اصلا این امکان پذیر هست؟ نه، من این چون خلاصش رو گفتم یک کمی باور نکردنیه، ولی ببینید یه فراینده. ما این الان از سال 88 آغاز کردیم، یه فراینده. ما دائم داریم پیش بینی های میکنیم چه خواهد شد، خوشبختانه اونا اتفاق میفته، اینا یواش یواش گوشاشون تیز شده که ما چی میگیم. بعد ما داریم میگیم که دیگه به خط آخر رسیدید و مردم حالا دیگه اگه شما شلیک کنید مثل 98 تا 88 تا 96 به مردم، اونا به شما شلیک میکنن، یه گلوله بزنید دو گلوله بهتون میزنن. من حتی توی تلویزیون های خیلی مطرح گفتم دیگه این دفعه اگر مردم به خیابون بریزن شما بهشون شلیک کنید، میان تو خونه هاتون تیکه تیکتون میکنن، این نفرت دارن از شما. شما منفورترین رژیم در تاریخ ایران هستید به نسبت زمان. البته آیا این فرایندی که جناب زعیم میگید، آیا این فرایندی که میگید باعث عقب اندازی براندازی در واقع نمیشه به نظر شما؟ ببینید براندازی معناهای زیادی داره. براندازی یک معنیش اینه که کودتا بشه که ما نمیخواهیم. یه معنیش اینه که یه کشور خارجی نیروی نظامی مثل عراق کار بکنه، اونم به هیچ وجه ما نمیخوایم، چون دنبال یه دیکتاتور گرفتار دیکتاتوری یا هرج و مرج دیگه میشن. یا براندازی اینه که مردم شورش کنن، جنگ خیابانی رخ بده، طرفین مدتی با هم زد و خورد کنن، حالا کی پیروز بشه خدا میدونه. نه ما نمیخوایم اینو.
ما میخواهیم اینها رو به واقعیات برای توجیه کنیم که واقعیات اون چیزی نیست که شما فکر نکنید قدرت دارید مثل یک سال پیش یا پنج سال پیش یا ده سال پیش. شما دیگه قدرتی ندارید، الان از مردم میترسید. ما بارها بهتون گفتیم، من توی یک مساوی کردم با کیهان لندن آبان 97، مقایسه کردم شرایط جمهوری اسلامی رو با شرایط شوروی در دو سه سال آخر پیش از فروپاشی، چون من فروپاشی شوروی رم که خود کاگبا و سیایه میگفتن تا آخر هزاره خواهد بود، من سال 58 خودم یعنی 1980 گفتم اینها در از 10 تا 12 سال دیگه فروپاشی خواهند کرد. کتابش هم منتشر شد، مقالش هم منتشر شد، مجله روزنامه ها پاورقی اینا چاپ کردن، همین اتفاق افتاد. یعنی بین 10 تا 12 سال بعد از 1980 فروپاشی کردن. بنابراین انتظار داریم که جمهوری اسلامی یک کمی باور کنه حرفای ما رو. البته اون جریان 98 و ما رو احضار کردن توی زندان و ما رفتیم اونجا، چیز کنم گفتم 98 رو خواهد داد، چند ماه دیگه رو خواهد داد، خیلی خونینن تر از 96. تو 100 تا شهر مردم برحال به خیابونا خواهند رسید، شما تیراندازی خواهید کرد، تعداد بسیار زیادتری از 88 تا 96 کشته خواهند شد و اینو گفتیم اونجا. و بعدن هم اون آغاز فروپاشی جمهوری اسلامی رو در آبان 97 الان تو کیهان هست، بعدم منتشر شد، دقیقاً مقایسه کردیم با شرایط اقتصاد، سیاست خارجی، کشاورزی، تولید، همه چی رو با شوروی. اصلا از دهان بزرگان شوروی که بعد از فروپاشی اظهار نظر کردن یا هنوز زندن یا بازنشستن یا اظهار نظر کردن و فوت کردن، همه اینا رو من نقل قول کردم که یعنی همینجوری هوایی نمیگم و گفتیم آغاز فروپاشی جمهوری اسلامی شروع شده. بنابراین الان هم ما مثلا به بعضی نیروها که تیراندازی میکردن به مردم گفتیم آقا شما حق ندارید تیراندازی بکنید، قانون جنگ به شما اجازه میده که فرمان تیر به انسان بیدفاع و شهروند کشور رو من کرده، شما میتونید فرمان فرماندهتون رو سرپیچی بکنید، هیچ کس نمیتونه دست به شما بزنه، قانون جهانی همینه. و ما داریم همینجور داریم به اصطلاح از نظر ذهنی جمهوری اسلامی رو محدوده قدرتش رو محدود میکنیم. یعنی الان میدونید خیلی ترسیدن، الان هر کاری میکنن واکنشیه، یعنی کنشی هیچ کاری نمیکنن، همه کارشون واکنشه، این دلیل ترسشونه. و امیدوارم ما حتی توی طرحمون گفتیم آقا اعدام لغو خواهد بود، زندان هم لغو خواهد بود، بنابراین مصادره هم لغو خواهد بود، شما فقط مثلا مالیات دزدیاتونو بدید، بقیه رو بیارید اینجا سرمایه گذاری کنید تو ایران و حتی اگر این کارها رو انجام بدید میتونید هر شغلی رو خواستید چیز انتصابی یا انتخابی انجام بدید، یه شهروند خوب بشید از این به بعد، هیچ کس به شما تعرض نخواهد کرد. بلان ما الان داریم در این مسیر میریم، فکر میکنم که حالا ظاهرش ممکنه اونجور، ولی اون چه که ما از درون میشنویم فکر میکنم یک لرزش های در درون نظام هست که الان هم همه جا دارن طرد میشن، مسخره میشن، هم در خارج از کشور هم داخل کشور، یک پارچه کردن حکومت رو ولی همه مسخرهشون میکنن. و من فکر میکنم که امیدوارم اینا واکنش های احمقانه نشون ندن به مردم یا کنشگران یورش نبرن، کشتار نکنن، ولی فکر میکنم که اگه ما رو باور کنن احتمال این که یک انتقالی یا یک گرایشی به تغییر مسالمت آمیز به زودی بله. مرسی، سپاس. میدونم که آقای
جهانشاه رشیدیان و جناب اصفهان چون وارد یه فاز یه مقدار سیاسی قضیه شدیم در رابطه با فرایندی که جناب زعیم گفتن. جناب رشیدیان شما از جبهه چپ میاید، فکر میکنید که براندازی، خیلی کوتاه البته بگید، بعدا در برنامه دیگر دوباره دعوت میکنم حتما از شما عزیزان، شما چگونه نگاه میکنید و جناب استخرم همینطور، لطفا در کمتر از یک دقیقه بگید. بفرم. بسیار خوب. البته ما ملاحظه به این که آقای کوروش زعیم که یک فعال بسیار بسیار مطرح شده در ایران هستند و در ایران زندگی میکنند و سالهای زیادی هم در زندان بودند، از جمله افراد خانوادهشون اعدام شدند، زندان شدند، اینا همه در ویکی‌پدیا نوشته شده با عکس و با سمتهایی که داشتن. خب ایشون مسلماً در یک شرایطی قرار دارن که نمیتونن چیزی بیشتر از اون مطالبی که در خارج از کشور گفته میشود بگویم، حتی مقدور اینو باید خود آقای زعیم در واقع بگن. نه نه آقای زعیم قرار نگه قرار است نگه، ولی ما اسم میکنیم. حالا من معتقدم تمام گزینه ها روی میز هست، اینو من حالا گفتم که بحث جداگانه میخواد، از جمله مبارزات به اصطلاح مدنی، چیزی که ایشون میکنن گویند، یعنی بدون خشونت که ایدئال هست، ولی از اونجایی که فکر میکنم حکومت به چنین کاری تن در نخواهد داد، دیر یا زود کار به خشونت کشیده خواهد شد و ما از اون گزینه هم نباید غافل باشیم که بتونیم از خود دفاع کنیم. مسئله مبارزه مسلحانه به سبک سالهای مثلا 40 یا 50 در ایران یا قبلش اون در اروپا و آمریکای جنوبی و غیره نیست. مسئله مبارزه در واقع دفاع از خود است، همون کارگری که اعتصاب میکنه اگر مورد حملی هجوم این اوباش بسیجی قرار گرفت بتونه از خود دفاع کنه که بعد این دفاع از خود تبدیل بشه به یک قدرت مادی در برابر حکومت سرکوبگر و بتونه اون مبارزات مدنی و غیر خشونت آمیز خودش رو بیشتر توسعه بده و در واقع نشون بده که برای اهداف خاص خودش از دفاع از خود هم استفاده میتونه بکنه. ولی خب گفتم این بحث طولانی خواهد بود، من اگه فرصتی هست شاید میتونید یه برنامه دیگه ما بذاریم در موردش بیشتر صحبت کنیم. خواهش میکنم. جناب زعیم از جبهه ملی میان، جناب جهانشاه رشیدیان از جبهه چپ و جناب استخر شما از سامانه پادشاهی هستید، نظر شما را میشنویم. بفرمایید. من یک نکته را فقط اضافه کنم. من با آقای زعیم دو تا برنامه به زبان انگلیسی داشتم که برنامه دوم را آقای افتخاری هم حضور داشتن در تلویزیون رنگین کمان که احتمالاً متعلق به اون جبهه ملی مخالف با نظرات آقای زعیم هستن، به دلیل وجود آقای زعیم در این برنامه سانسور کردن که منم به اعتراض به سانسور گفتم من دیگه با این تلویزیون کار نمی کنم. برنامه ما به زبان انگلیسی بود، من لینکش رو در صفحه خودم گذاشتم با تعبیر و تفسیر، من به فارسی هم به انگلیسی. پس دیدگاه آقای زعیم با دیدگاه همسال من زیاد متفاوت نیست، منتها ما در خارج از کشور هستیم، این آزادی کلام رو داریم که چیزهای دیگه ای رو که شاید صلاح نیستشون بگوین بگوییم و این هم قابل فهم است. بله خواهش میکنم. بفرمایید جناب استخری. بله به گمان من گفتن دیدگاه از سوی هر کسی کوچکترین و کمترین داده و حقی است که دارد، ولی با رویکرد پیشینه، شیوه رفتار، شیوه کشورگردانی و زمامداری که از سوی سران جمهوری اسلامی دیدیم که اونها خودشون رو تنها در برابر یک چیز مهمی به نام الله و مردگان پیشینیان باردوش و مسئول میدانند، با این گفته ها به جایی نمیرسد. هرچند که فشارهای همگانی، نفرت و خشم و کین مردم عرصه و گستره رو بر اونها تنگ کرده است، با این همه
از نگاه داتیکی و حقوقی پدافند از جان و آبرو و مال برای هر آدمی زاده ای از نخستین داده ها و حقوقی است که بایستی همواره اون رو پاس بدارد. و مردم با دادن کشته های فراوانی به ویژه در چند سال گذشته در برابر سرسپردگان و مزدوران جمهوری اسلامی، امروز به این باور و امیدواری رسیدن که در برابر این کشتارهایی که انجام میدن، که تا هلیکوپتر هم دیدیم، دوشکام دیدیم و تیربار هم دیدیم، این بار دیگر زبان بسته و دست بسته نباشند و از خودشون پدافند و دفاع مشروع به عمله. و پایان سخن این که ترحم بر پلنگ دیزدندان، ستمکاری بود بر گوسپندان. سپاس از یکایی که شما، جناب زعیم گرامی، جناب استخر گرامی، جناب رشیدیان، بسیار سپاسگزارم که در برنامه حضور داشتید و به اتفاق شما عزیزان با بیننده ها بدرود میگیم و امیدواریم که برنامه مفیدی بوده باشه. از شما بیننده های گرامی تقاضا داریم که برنامه های ما را لایک کنید، فالو کنید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سپاسگزار از یکایک شما و بدرود تا درودی دیگر. روزگار میکنم.